روایت ناتمام سیما ساخته علیرضا صمدی یک درام اجتماعی با موضوعی که بسیار به روز هست و کاملا دلالت های اجتماعی خیلی روز آمدی داره بحث فراگیری در جامعه جهانی نه فقط محیط ما بحث میتو بحث محدوده هایی که در روابط بین آدم ها شکسته میشه و ادعاهایی که میتونه تا سالها سایش روی زندگی آدم ها سنگینی کنه خرم آقایان سلام این دختره چند روز پیش بر من پیام فرستاده. خاص خواست از من اخخاصی کنه چون جوابشون رو داره این کار رو میکنه کن. گران میزنن. چرا نیمون فهمید آبرو اونو برد و باید آبرو شروع آخرام اتفاقی که زیلاله گذشت شده این خبرو چی از اینجوری خراب و جمعش کنین همین خبرو چرا پخش کردن چی دکتر تو کردی در فضایی داریم صحبت می کنیم درباره سینما که عمده انرژی سینمامون فضاهای فرهنگیمون تحت سلطه کمدی های تجاری فیلم های پرزرگ و برق دختر پسری و سریال های خوشاب و رنگ و سینما به مفهوم درام جدی بحث برانگیزی که دلالت های اجتماعی مستقیم داشته باشه و بهانه بشه برای گفتگو برای حرف زدن درباره زندگی امروز خیلی محیطش محدود شده خیلی از ابتدای سال تا الان شاید چهار پنج تا فیلم رو من به یاد میارم که مثل این فیلم روایت ناتمام سیما لاقل بهانه‌ای بشه برای حرف زدن یعنی بشه درباره موضوعات روز صحبت کرد بشه درباره سینما درباره مسائل اجتماعی موزلاتی که باهاش دست به گریبانیم در فضای زندگی خودمون صحبت کنیم سینما قراره که بهانه بشه برای این گفتگوها ولی اغلب فیلم ها اتفاقا نشانی میدن به سمت بیخبری یعنی بریم یکی دو ساعت بخندیم و حالا شاد باشیم اشکالی هم نداره سرگرمی لازمه ولی سینما یک رگه مهمش یک جریان اصلیش باید این باشه که باب بحث رو باز کنه کدوم فیلم رو به یاد میاریم امسال که یا مجالی برای تنفس فرهنگی برای ما ایجاد کرده باشه مثلا جنگل پرتغال فیلم ایرزا معتمدی به هر حال بتونیم یکم نفس تازه کنیم یا اینکه یک معزل اجتماعی رو بذاره وسط و بتونیم دربارش صحبت کنیم مثل فیلم مغزهای کوچک زنگ زده که میایم درباره هاشه نشین ها درباره خشونت خانوادگی وضعیت زنان فیلم های آقای ایاری فیلم های اسقر فرهادی در یک سطح دیگری از روابط اخلاقی مناسبات بین زن و شوهرها آدم ها همین سریال در انتهای شب که این روزها باب بحث رو باز کرده و اجازه میده که ما درباره موضوعاتی حرف بزنیم که شاید بحانه های گفتگو دربارهشون کم باشه در جامعه امروز میخوام بگم فیلم هایی مثل روایت ناتمام سیما این فیلم جدید در ایرزا که شاید صحنه زنی رو بیشتر ما ازش به یاد داریم خیلی فیلم جالبی بود با یه سوژه بکر و در جشنواره هم یادم که جایزه گرفت البته الان دقیق یادم نیست فکر می‌کنم جایزه کارگردانی گرفتش جشوار جهانی فجر ما بیشتر از علیرضا صمدی اون فیلم رو به خاطر داریم ولی این فیلمش اتفاقا به نظر من با همه نقد هایی که به هر فیلمی میشه داشت خیلی فیلم جدیه فیلمیه که میتونه باب بحث رو باز کنه جزو معدود فیلم های امسال سینمای ایرانی که میشه لاغر نشست دربارهشون به طور جدی صحبت کرد درباره زمانه که داریم توش زندگی میکنیم آدم فضای مجازی قضیه ارتباطات و مسائل عاطفی حالا چیزایی که خیلی وقتا پیچیده است و حتی حرف زدن مستقیم دربارهشون سخته فیلم درباره یک استاد دانشگاهیه که تقریبا به هر چی دلش خواسته تو زندگیش رسیده آدم موفقیه یه همسر پزشک داره که اونم خیلی موفقه وزن مالیشون خوبه سمینارهای موفقیت برگزار میکنن برای آدمهای زیادی صحبت میکنن این آقای استاد و شاگردای زیادی دارن خیلی ها روشون حساب میکنن حامد کمیلی نقشش رو بازی میکنه در یک بزنگاهی یک حرفی رو میشه در فضای مجازی و به نظر میسه که یهو همه تومارها در هم پیچیده میشه آدم های کو ها متوقف میشن یه زمزمه هایی در میگیره و گفته میشه که این آقای استاد خوشقیافه خوشپوش موفق در گذشته یک ماجراهایی داشته و به یک خانومی بد کرده حالا تعرض کرده یا حقش رو ضایع کرده یا هر چیزی این سناریو چقدر برای ما این روزها آشناست چقدر درباره آدمهای معروف آدمهای متشخص این رو شنیدیم که آدمهایی اومدن، متعرضشون شدن گفتن که حالا ماجراهایی وجود داره در خیلی از موارد هم حاشیه های زیادی در گرفته در مواردی هم کسانی قربانی شدن و واقعا افرادی بودن که ضربه دیدن آسیب دیدن ولی انقدر این موضوع موضوع سربسته و هواشی داره و پیچیده و تخصصیه که واقعا نمیشه دربارش قضاوت کرد باید فیلم هایی مثل این ساخته بشه که من و شما بتونیم گفتگو کنیم درباره اینکه خب حالا در یک همچین موقعیتی که ممکنه برای هر کدوم از ما پیش بیاد یه نفری بعد از سالها از راه برسه و مدعی بشه که شما در گذشته باهاش بد رفتار کردید حقش رو ضایع کردید حتی متعرضش شدید خب شما حالا باید چجوری از خودتون دفاع کنید آیا اصلا پرداختن به این موضوع خودش یه جورایی بهش مشروعیت نمیده آیا میشه این قضیه رو حقوقی حلش کرد با حرف مردم چه کنیم با شایعات فضای مجازی چه کنیم با پست هایی که گذاشته میشه ناشناس هست چه کنیم و اینکه آیا میتونیم یه همچین موقعیتی رو بدون آسیب دیدن کنترل کنیم دکتر سلیم یه خورده این شیطون هست چجمه از با نمیشم نمیشن تشریفیت بیرون چی کار داری چیک چک می‌کنی تو از دختره بچه من چه چیزی داری من اون راسی نبودم میدونی که یه نفر شده. دیگه مدعی شد یه نفر دیگه چه جوری باید بگم که من با این خانم هیچ ارتباطی ندارم قسم می‌خوام این زنم نمی‌شه سفر چی بعد قسم خصم بخوام قسم نشه از نیمه داستان روایت ناتمام سیما به بعد شما با آدمی سر و کار دارید که هم باید پاسخگو باشه واسه تصمیمایی که قبلا گرفته هم الان در معرض تصمیم‌های جدیده باید چه کنه خب این آدمی که واسه دیگران کلاس میذاره واسه دیگران کنفرانس میذاره به دیگران میگه چه زندگی کنید موفقیت اینجوری حاصل میشه باید اینطور تصمیم اخلاقی بگیرید اینطور باید جهت گیری کنید خب در یک بزنگاه مهم آیا انتظار نمیره که خود این آدم درست تصمیم گرفته باشه و الان هم درست تصمیم بگیره خیلی موقعیت جذابیه به نظرم و موقعیت دشواریه حامد کمیلی هم این چالش ها رو خیلی خوب توی بازیش و اون تردید هایی که در مخاطب ایجاد میکنه باستاب داده هر کدوم از این شخصیت ها در یک دوراهی های اخلاقی قرار میگیرن اون دختری که به حال ازدواجش به هم خورده بعد سالها حالا در معرض یه تصمیمیه که آیا انتقام بگیره یا اینکه اجازه بده همه چیز به خیر و خوشی بگذره و ضربه نزنه به کسی که حالا ازش ضربه خورده برادرش میخواد یه حقی رو به قول خودش استیفا کنه میخواد یه ضربه ای بزنه به کسی که به نظر خودش خواهرش رو آزار داده باز اونم از زاویه خودش محق میدونه خودش رو ولی مخاطب در داوری خودش ممکنه به این نتیجه برسه که نه این آدم مزاحمیه و داره دردسر درست میکنه برای یه سری آدم بیگناه همش این دوگانه ها در فیلم موضوعیت پیدا میکنن و شما در معرض انتخاب میبینی شخصیت ها رو همه این چالش ها به طرز ظریفی درام رو پیچیده میکنه یعنی شما یه جوری با یه دنیایی شبیه فیلمهای اسخر فرهادی سر و کار داری که مدام در چلنج هستن آدم ها و هر تصمیم ساده ای که میگیرن یک دریچه جدید باز میکنه های جدید عواقب و پیامدهای جدید و هی این گوله برف تبدیل به بهمن میشه در زندگی آدم ها و شما نمیتونید به راحتی از پیامت های تصمیمی که میگیرید خارج بشید اصلا اصل حرف فیلم اینه که آدم ها بر اساس منافع خودشون و اون چیزی که براشون به تره تصمیم گیری میکنن حتی آدم هایی که خیلی هم ممکنه شعارهای اخلاقی بدن و در نهایت اون تصمیمی رو میگیرند که فکر میکنن براشون آورده بیشتری داره و این یک واقعیت یعنی تنازع بقاییه که جریان داره در همه جای دنیا فیلم داره یک موضوعی رو بهش میپردازه که پیامش اینه تصمیم هایی که در لحظه میگیریم در دوران دانشجویی در دوران جوانی در مواجهه با اولین عشق اولین ارتباط جدی عاطفی به این معنی نیستش که با یک تصمیم با یک اتفاق به پایان میرسه طبعاتش ممکنه تا دهه ها سالها سال ها ما رو دنبال کنه زندگی ما رو مسیر زندگیمون رو عوض کنه ولی در مجموع به نظرم فیلم قابل تعملیه و بعد از صحنه زنی نشون دهنده رشد کارگردان جوانیه که به نظرم میخواد در سینما ایران صاحب صدایی باشه که حرفای تازه‌ای بزنه و امیدوارم که این صدا قطع نشه و شنیده بشه